سلام دوستان، محمد هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به سرنوشت قوی ترین مردان ایران و حواشی این برنامه و افراد شرکت کننده در این مسابقات می‌پردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. مردان آهنین یا قوی ترین مردان ایران نام یک مسابقه ورزشی تلویزیونی برای انتخاب قوی ترین مرد ایران و اعزام اونها به مسابقات جهانی بود که در سالهای 1377، 1380، از 1383 تا 1391 و سال 1397 از شبکه 3 سیما پخش شد. این برنامه هرچند پس از چند سال با حواشی و درگیری هایی که در اون رخ داد سرانجام به تعطیلی کشیده شد و صدا و سیما از خیر پخش اون علی‌رغم استقبال مردم گذشت، اما موجی از رواج گسترده هجوم نوجوانان و جوانان رو به سمت باشگاه‌های بدنسازی منجر شد و تعداد این باشگاه‌ها به یک باره با افزایش قابل توجهی در شهرهای مختلف مخصوصاً در پایتخت روبرو شد. در ابتدا یادی میکنیم از روح الله داداشی. روح الله داداشی در سال 1360 در شهرستان کرج به دنیا آمد. وی در ابتدا به رشته ورزشی پرورش اندام علاقه نشون داد، اما به واسطه حضور برادرش در رشته کشتی از سال 1375 در این رشته فعالیت کرد. روح الله در سال 1376 و در وزن 48 کیلوگرم به عنوان قهرمانی کشور در رشته کشتی نائل شد. ایشون در سال 1377 به رشته پرورش اندام رو آورد و در سالهای 81 و 82 دو بار قهرمان مسابقات پرورش اندام ایران و تهران شد. داداشی در مسابقات قوی ترین مردان جهان که در قشم برگزار شد، مقام اول جهان رو به خودش اختصاص داد. وی از جمله ورزشکاران صاحب عنوان قهرمانی کشورمون در رشته پرورش اندامه. وی در کارنامه ورزشی خودش 7 دوره قهرمانی کرج، 2 دوره قهرمانی تهران و 2 دوره قهرمانی ایران در رشته پرورش اندام و 2 دوره قوی ترین مردان آهنین، 1 دوره سوم جهان و 1 دوره اول جهان رو داشت. روح الله داداشی قهرمان 2 دوره رقابت‌های قوی ترین مردان ایران و قهرمان مسابقات قوی ترین مردان جهان تیر سال 1390 در یک درگیری به قتل رسید. اما چهره های محبوب زیادی در مسابقات قوی ترین مردان ایران طی سالهای مختلف حضور داشتند که هر کدوم از اونها طرفداران بیشماری داشتند و بسیاری از مردم منتظر زورآزمایی اونها بودند. اما در میان همه این ورزشکاران بیشک یک نفر بیشترین طرفدار رو داشت و جمعیت کثیری از مردم و جوانان لحظه شماری می کردن تا رقابت ایشون رو با سایرین ببینن. حضور مهراب فاطمی با اندامی تنومند و زوری قابل تحسین کافی بود تا بسیاری از طرفدارانش پای تلویزیون میخکوب بشن و در اون لحظه محو زورآزمایی و یکتازیه او بشن. مهراب خودش از پایه‌گذاران این رشته و مسابقه در ایران بود، ولی پس از کسب 4 قهرمانی در این رقابت‌ها سرانجام به اذعان خودش به دلیل برخی حواشی از جمله رد و بدل شدن پول‌های زیرمیزی و سوء استفاده‌های مالی برخی افراد از حضور در مسابقه انصراف داد. مهراب فاطمی متولد 16 اسفند 1353 در تهران پاورلیفتینگ کار اهل ایرانه. ایشون میگه کار اصلی ما ساختمون سازیه و در ورزش به فکر بیزینس و اینکه 4 تا شاگرد بگیریم و آمپول و پروتئین به اونا بفروشیم نبودیم، در حالی که خیلی ها هدفشون از حضور در این مسابقه ها معروف شدن و رسیدن به این گونه مسائل بود. من حدود 500 تا 1000 شاگرد در حال حاضر در تهران دارم و به شهرهای مختلف نیز سفر میکنم تا تجربیاتم رو در اختیار علاقه‌مندان قرار بدم. برادران فاطمی 5 نفرن که همشون کارشون بدنسازی و پرورش اندامه و مهدی و مهراب و حسین شناخته تر شده هستن و همانند کار پدرشون تو کار ساخت و سازن. حامد امیری قهرمان ایرانی پارا دو میدانی و یکی از اعضای کاروان ایران در رقابت‌های پارا المپیک که موفق شد در ماده پرتاب نیزه مدال طلای رقابت‌ها رو به خودش اختصاص بده، گذشته پرماجرایی داره و پیش از تصادف و معلولیت یکی از شرکت کنندگان در مسابقات قوی‌ترین مردان ایران بود.
امیری 11 سال پیاپی در رقابت‌های قوی‌ترین مردان ایران شرکت می‌کرد و امید و آرزوهای زیادی در سر داشت و در صحبت‌هاش همیشه از راضی نبودن به قهرمانی در ایران و چشم داشتن به سکوهای جهانی صحبت می‌کرد. او 11 سال پیاپی در مسابقات شرکت می‌کرد و هر بار با انگیزه و انرژی و تمرین بیشتر در مسابقات حاضر می‌شد. ولی دست تقدیر برای او سرنوشت دیگری در نظر داشت. یک حادثه تصادف رانندگی. ماشینش چپ کرد و 8 بار ملخ زد و این باعث تغییر مسیر زندگی حرفه‌ای و ورزشی به واسطه این اتفاق تلخ که در نهایت اتفاقی شیرین براش رقم زد شد. حادثه تلخ تصادف زندگی حامد رو تحت تأثیر قرار داد. حامد امیری امروز مرد طلایی ورزش ایرانه. او در سخت‌ترین شرایط روحیه خودش رو نباخت و از همون اوایل دوران بازگشتش به خونه دمبل زدن و ورزش کردن رو از سر گرفت و به رشته پرتاب نیزه نیز رو آورد. تلاش و پشتکار این قهرمان حالا او رو بعد از چند سال در جایگاه نخست جهان در رشته خودش قرار داد و ایشون افتخار ایران و ایرانیه. چندی پیش خبری انتشار یافت مبنی بر اینکه امیر قرائی قهرمان مسابقات مردان آهنین بادیگارد نانسی اجرم خواننده مطرح عرب شده. خبری که جنجال زیادی رو در رسانه‌های کشورمون به همراه داشت. چرا که وی به دلیل قتل عمد از ایران فرار کرده و 8 ساله که پلیس اینترپول برای دستگیری او تلاش می‌کنه. به یکی از ورزشکاران بدنسازی ایرانی بود که متولد 1359 در مسابقات مردان آهنین که در ایام نوروز پخش می‌شد به شهرت رسید. ایشون برادر رضا قرائیه و برادر دیگرش نیز حمید قرائی در رشته پاورلیفتینگ به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنه. امیر قرائی همراه دو برادر دیگرش در رشته پاورلیفتینگ قهرمانی‌های زیادی رو در عرصه کشوری و جهانی به دست آورده. او به دلیل یک قتل که انجام داد سرنوشتش به گونه ای دیگه رقم خورد و به صورت پنهانی از ایران فرار کرد. در سال 1390 در یک درگیری مرگبار در یکی از خیابان‌های غرب تهران، امیر قرائی به همراه برادرش علیرضا دو نفر رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند که یکی از اونها بعد از انتقال به بیمارستان به دلیل جراحت فراوان جانش رو از دست داد و نفر دیگه نیز 4 انگشتش قطع شد. بعد از این اتفاق پلیس پرونده ای رو برای قتل تشکیل داد و تیمی از کارآگاهان نیروی انتظامی برای دستگیری قاتل شکل گرفت. اما امیر قرائی به همراه برادرش از ایران خارج شد و راهی اروپا شد. امیر قرائی بعد از اینکه به اروپا رفت مدتی از رسانه‌ها دور موند تا اینکه حالا خبر رسیده بادیگارد یکی از خواننده‌های مطرح عربی شده، در حالی که چند سال تحت تعقیب پلیس اینترپل. همه ورزشکارای خوب زمانش که میرسه از این ورزش خدافظی میکنن و میرن، اما فرامرز خودنگاه هنوز که هنوز داور این مسابقاته. فرامرز خودنگاه متولد 1345 در تهران، وزن بردار، داور بین المللی و بدنساز ایرانیه. البته نگفته نمونه بعضی از ورزشکاران مانند مهراب فاطمی و مشتبه ملکی وی رو فاقد سابقه و افتخار ورزشی و همچنین فاقد کارت داوری بین المللی میدونن. ایشون اولین سرمربی تیم ملی تاریخ پاورلیفتینگ ایرانه که این تیم در سال 2000 میلادی در ازبکستان اولین مدال‌های تاریخ ایران رو کسب کرد. ایشون در سال 2001 به عنوان سرمربی تیم پاورلیفتینگ ایران بود که در هندوستان این تیم تونست مدال‌های رنگی کسب کنه. تیم ملی ما تونست مقام سوم رو کسب کنه. فرامرز خودنگاه که با جمله این آیتم جهانی بیش از پیش مشهور شد، تنها نماینده فدراسیون جهانیه. او از شروع مسابقات قوی‌ترین مردان ایران که در سال 1377 آغاز شد، به عنوان سردابر و مدیر اجرایی در این بخش تا کنون فعالیت کرده. به یه سال 1379 تا کنون رئیس کمیته قوی ترین مردان ایرانه. البته چند سال پیش خبر خروج فرامرز خودنگاه به کشور کانادا منتشر شد. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد،
خدا یار و نگهدارتون.